سلام بچه ها، چطورین؟ خب من بالاخره اومدم که راجع به داستان اپلایم صحبت کنم، به شما هم بگم که چی کار کردم، چه مسیری رو طی کردم. حالا واسه دوستانی که اطلاع ندارن، من این اواخر موفق شدم که حالا به لطف خدا از دانشگاه لوند سوئد برای ارشدم پذیرش بگیرم و خب الانم منتظرم که وقت سفارتم برسه و ویزام بگیرم و برم. حالا بماند که به خاطر کرونا همه چی 2 ماه افتاد عقب و فعلا جا موندم، ولی کلا که اومدم براتون توضیح بدم که چه کارایی انجام دادم، شما چه کارا میتونید انجام بدین و اینکه صفر تا صدشو خودتون انجام بدین دیگه، الکی پول وکیل و این مؤسسه ها اینا نه. یه سری جزئیات داره، حالا سری قلقا داره اینا که حالا طبق تجربه خودم به شما هم میگم، ان شاءالله که یه کمکی هم باشه واسهتون. اول از همه میخوام براتون از این بگم که آقا قبل از اینکه اپلای کنین شما باید اینو در نظر بگیرین، چون واقعا چیز مهمیه. در نظر بگیرین که آیا آدم رفتن به یه کشور دیگه، تنها زندگی کردن، با یه زبان دیگه درس خوندن، کلا آدم مهاجرت، حالا مهاجرت موقت میتونیم بگیم، هستین یا نه؟ به هر حال سخته، میخواین بریم یه کشور دیگه، این یه فرهنگ دیگه، یهو باهاش مواجه میشین، سختیای جدید میاد توی زندگیتون. خلاصه باید از این لحاظ حداقل توی ذهنتون آمادگیشو داشته باشین، چون به هر حال پذیرش هم بگیرین برین، یهو ببینین این چیزا بوده و نمیدونستین، میخوره تو ذوقتون، شاید نتونین ادامه بدین، یهو زده بشین و اینا. در کنار اونم از لحاظ هزینه ها هم باید در نظر بگیرین، چون الان به هر حال چیزیه که نمیشه در نظر نگرفت با این وضعیتی که پیش اومده. همین که حالا هی دلار داره گرونتر میشه، خیلی از بچه‌ها رو من خودم میشناسم که داشتن درسشون رو میخوندن، یهو چون دلار چند برابر شد مجبور شدن برگردن و اینا. به هر حال این چیزاش هم باید در نظر بگیرین که حالا دانشگاه هزینه‌اش خیلی نباشه، هزینه زندگی توی یک کشور دیگر بتونین بدین. خلاصه که این دوتا چیز رو گفتم که اول بگم حتما در نظر داشته باشین. حالا میرسیم به این که بخواین دانشگاه و رشته و کشوری که میخواین رو انتخاب کنین و واسش درخواست بفرستین. اول این که حالا چجوری این رشته و دانشگاه و اینا رو انتخاب کنیم، یه ذره شرایطش واسه افراد مختلف متفاوته. اول بعد در نظر بگین که واسه چه مقطعی میخواین اپلای کنین، بعدش ببینین که حالا چه کشوری رو میخواین. کشورم حالا بستگی داره به این که رشتتون اونجا چه جوری باشه، اگه بخواید بعداً توی همون کشور کار پیدا کنین یا ادامه تحصیل بدین شرایطش چه جوریه، از لحاظ همین هزینه ها باز چه شرایطی داره، حتی آب و هوای کشورم مهمه. جدی دارم میگم. بعد کشور انتخاب کردین، دانشگاه انتخاب میکنین، دانشگاه هم باز بر اساس اینکه رنکش چه جوری، یعنی رتبهش، رتبه جهانیش چه جوریه، شرایطش واسه رشته شما چه جوری، اصلا داره رشتتون رو یا نه، اون امکاناتی که شما میخواید رو ارائه میده یا نه، همه این چیزا رو باز بعد در نظر بگیرین. و اینکه حالا رشته ای هم که بخواییم پیدا کنین دیگه بستگی به اون بیستتون داره دیگه. اما خب واسه همین پیدا کردن دانشگاه و رشته اکثر کشورها یه سایت واحد دارن که شما میرین توی اون سایت اسم حالا رشتتون رو سرچ میکنین، دانشگاه هایی که اون رشته رو دارن و واسه تون میارن، یا اصلا برعکسش اسم دانشگاه رو سرچ میکنین، رشته هایی که اون دانشگاه ارائه میده رو واسه تون نشون میده. حالا یه سری کشورها هم همچین سایتی ندارن، خودتون تک تک باید برین سرچ کنین پیدا کنین و این حالا یه ذره سخت‌تر میشه. اما خب بعد از اینکه رشته و دانشگاه پیدا کردین، توی سایت دانشگاه مربوط به همون رشته دیگه هر چیزی که لازم باشه واسه اپلای کردن رو براتون گذاشتن، چه مدارکی میخواد، اصلا شما مورد قبول هستین واسه اون رشته یا نه، یعنی چی. مثلا واسه خود من که بیسم علوم آزمایشگاهی بود، اینجوری نیستش که اونجا بگم واسه رشته های علوم آزمایشگاهی این رشته ها هسته. شما باید نگاه کنین توی همون سایت دانشگاه، مثلا می نویسه که واسه اپلای کردن رشته مثلا همین بیولوژی شما لازمه که انقدر واحد ژنتیک پاس کرده باشی، انقدر واحد مثلا میکروبیولوژی پاس کرده باشی. اینا رو جدا جدا نوشتن براتون، نگاه کنین توی اون قسمت اطلاعات رشته، یعنی نیازمندی های رشته، در واقع ریکوایرمنت یا الیجیبیلیتیز، اینا رو می نویسن. چک کنین ببینین میتونین اصلا اونجا واسه اون رشته اپلای کنین یا نه. چون من خودم یه اشتباهی که کردم همین بود که یکی از دانشگاهی که انتخاب رشته کرده بودم، فکر کنم یه چند واحد از یه چیزی کمتر پاس کرده بودم و کلن همون اول خط خورد از انتخابم. اما خب یه چیزی که اینجا یه ذره سخت میتونه باشه اینه که تبدیل واحدای درسی خودمون به واحد درسی اوناست. چون ما مثلا میگیم واحد، اونا میگن کردیت، بعد هر کردیت نمیدونم چند واحد ماه، که حالا واحدهای عملی و نظری و اینا باز متفاوته. اینا همش توی گوگل هستش، سرچ کنین براتون کلی میاره. ضرب و تقسیم ساده است، حساب کنین ببینین که آیا شما اون تعداد واحدی که میخوان پاس کردین یا نه و میتونین اپلای کنین واسه این رشته یا نه. حالا مدارکی که کلا دانشگاه ها میخوان واسه اپلای کردن چی هست؟ اولا که مدرک زبان میخواید، و اینکه حالا اینجا هم باز مهمه که واسه انتخاب کشورتون
باید در نظر بگیرین که به چه زبانی میتونین تحصیل کنین. مثلا واسه هم کشور سوئد مقطع کارشناسی اکثرا زبان سوئدیه، یا مثلا واسه آلمان شما باید زبان آلمانی بلد باشین، ولی خب زبان انگلیسی رو اکثر جاها قبول دارن و همین مدرک زبان هم خیلی مهمه. دوباره بعد ببینین که چه مدرکی رو قبول دارن، مثلا آمریکا GRE و TOEFL IELTS رو قبول داره. TOEFL IELTS رو بیشتر دانشگاه قبول دارن، این از این لحاظ چیزی نیستش. بعد از اون ور مثلا اروپا IELTS و TOEFL قبول داره، ولی استرالیا PTE هم قبول داره. یا خلاصه اینا رو تو همون سایت دانشگاه پیدا میکنین. و اینکه حالا چه نمره‌ای داشته باشین از اون مدرک زبان، باز باید اینو بریم توی سایت دانشگاهتون پیدا کنین. مدرک دیگه‌ای که میخواین مدرک مقطع تحصیلی قبلیتونه، به همراه حالا ریزنمرات و دیگه هر چیزی که از دانشگاه تحویل میگیرین دیگه. دیپلم دبیرستانه، مدرک لیسانس یا فوق لیسانس و اینا. اما یه چیزی که حالا این پرانتز این وسط باز کنم اینه که یه سری دانشگاه ها قبول میکنن که شما تو سال آخر تحصیلتون واسه مقطع بعدی اپلای کنین. مثلا چیزی که واسه خود منم بود، سال آخر کارشناسی بودم که اپلای کردم واسه ارشد و دانشگاه قبول داشت، ولی خب یه فرم جدا توی سایت دانشگاه، توی سایتی که بعد اپلای میکردم بود، که یه چیزی مثل اشتغال به تحصیل بود و این که من حتما قبل از شروع ترم اونجا فارغ التحصیل میشم. یعنی مثلا ترم دانشگاه سوئد شهریور شروع میشه، من قبل از شهریور باید مدرکمو میگرفتم و میفرستادم واسه شون که دقیقا من تیر فارغ التحصیل شدم، مدرکمو وثیقه گذاشتم و حالا اینم باز داستان داره خودش، آزاد کردم و فرستادم براشون. در غیر این صورت پذیرش لغو میشه، چون از مدارکیه که واقعا خیلی مهمه، لازمه به هر حال باید داشته باشین. حالا چیز دیگه ای که میخواین، این قسمتش بسته به اون دانشگاهیه که میخواین واسش اپلای کنین. یه سری جاها فقط سی وی میخوان، یه سری جاها فقط استیتمنت لتر میخوان، یه سری جاها جفتشو میخوان. سی وی که مثل همون رزومتونه، یعنی یه چیز کلی راجع به سابقه تحصیلیتون، شغلیتون، تجربیاتتون، حالا قالبای خاص داره، می نویسین می فرستین. استیتمنت لتر یه چیزی در قالب نامه است، یعنی انگیزه نامه، که اینو مثل یه نامه متنوار می نویسین که کی هستین، چی هستین، چی کار میکنین، چی کار میخواین بکنین، چی کار کردین قبلا، هدفتون چیه، واسه چی میخوای این دانشگاه، این کشور درس بخونی، بعدا میخوای چه گلی به سرشون بزنی. همه اینا رو باید بنویسی و خب این قسمتش خیلی مهمه، یعنی سی وی و استیتمنت لتر. استیتمنت لتر یه ذره بیشتر میشه رو شما نورداد، خیلی مهمه. میگن حتی از مقاله و نمره های دانشگاه این چیزا خیلی میتونه مهمتر باشه، این قسمت استیتمنت لتر یا سی وی. بعد حالا در کنار این، همین رزومه و سابقه تحصیلیتون چی باشه دیگه بستگی به رشتهتون داره، بستگی به حالا شرایطی که داره رشتهتون داره. ببینید مثلا واسه اکثر رشته ها همین مقاله هستش، یعنی مقاله اگه ISI بین المللی نوشته باشین، چاپ کرده باشین، امتیاز داره. یا سمینارهایی که شرکت کردین، کنگره هایی که شرکت کردین، اگه ارائه داشتین توی اون سمینار یا کنگره، همه اینا به هر حال سرتیفیکیت یه گواهی بهتون میدن که حالا یا انگلیسیه یا خودتون بعد بدین ترجمه بفرستین. یا در کنارش اگه رشتهتون جوریه که میتونین کارآموزی انجام بدین، یه گواهی از انجام اون کارآموزی باز میتونین بگیرین، ترجمه کنین، بفرستین. خلاصه این که همه اینا جزء رزومه به حساب میاد. در کنار اینا یه سری ریکامندیشن لتر هم خوبه که بگیرین از استادای مقطع قبلیتون، حالا یا جایی که کار کردین. چیه ریکامندیشن لتر؟ یعنی توصیه نامه از طرف کسی یا حالا مؤسسه‌ای که شما رو میشناسن، شما رو معرفی میکنن، میگن که فلانی مثلا دانشجوی من بود، اگه از طرف استاد مثلا دانشجوی من بود، مثلا این کار رو با من انجام داده، فعال بوده، نمیدونم، یه جوری یه حالت ساپورت کردن شماست که یه اطمینانی به اون دانشگاه مقصدتون میده که آره این دانشجوی خوبی بوده، کارمند خوبی بوده، که حالا چون یه سری ها یه بازه کار میکنن بعدن اپلای میکنن این کارمندو، میگم ما که حالا شخص مورد قبولیه که شما بخواید پذیرشش کنین، یعنی من ساپورتش میکنم. البته این ریکامندیشن لتر یه سری جاها واجبه میخوان حتما، یه سری ها واجب نیستش، ولی باز شما بفرستین بهتره. یه بحث دیگه حالا ارتباط با استاده، ارتباط با اساتید همون دانشگاه مقصدتونه، یعنی دانشگاهی که حالا میخواید رو میرین، به هر حال توی سایتشون اسم استادا هست، ایمیلاشون هست دیگه، الان خیلی ارتباط برقرار کردن راحت تره. میتونین با اون استادا مکاتبه داشته باشین. حالت بیشتر واسه مقطع دکترا خیلی مهمه، حالا واسه ارشد کمتر دیدم کسی این کارو انجام بده، چون همون پذیرش در قالب همون فرستادن مدارک و رزومه کافیه، ولی واسه یه مقطع دکترا که این داستان خیلی مهمه، یعنی باید یه پوزیشن بگیری، باید حتما استادی ساپورتت بکنه و اینا،
این بخش خیلی مهمه که با اون استاد مکاتبه میکنی، معرفی میکنی، میگی که من اینجوری مثلا شرایطم اینه، میخوام واسه این رشته اپلای کنم، یه جور خودتو معرفی میکنی دیگه. و بعد از اون میگه که آره میتونی بیای دانشگاه ما، مثلا ما جا داریم واسه دکترا، یا اینکه حالا اگه واسه همون ارشده به هر حال میشناسدت، وقتی اپلیکیشنی که واسه شون فرستادی و میبینه به چشش میاد و به هر حال یه حالتی شانس پذیرشت بیشتر میشه. خلاصه که این از کلیاتش دیگه. بعد که حالا مدارکتون رو آماده کردین و دیگه مطمئن بودین که واسه اون رشته اون دانشگاه میتونین اپلای کنین، یعنی مورد قبول هستین، دیگه میفرستین، یعنی اپلیکیشنتون رو پر میکنین میفرستین. حالا این قسمتش باز بستگی داره که یه سایت واحد داشته باشن یا تک تک واسه دانشگاه اپلای کنین، یعنی یه بازه زمانی مشخص میکنن، سایتشون رو باز میکنن که شما بفرستین درخواستتون رو، بفرستین اپلیکیشنتون رو، که اون کشورهایی که یه سایت واحد دارن واسه یه اپلیکیشنشون، شما میرین اونجا انتخاباتون رو میکنین، اولویت بندی میکنین، مثلا انتخاب رشته خودمون، مثلا واسه همین سوئد 4 تا انتخاب واسه مقطع ارشد، 4 تا انتخاب میتونین بکنین که بر اساس اولویت میچینین و میفرستین و حالا بعد یه مدت نتیجهش میاد. ولی اگر جوری باشه که تک تک باید اپلای کنین، دیگه حالا میرین تو سایت خود دانشگاه دونه دونه میفرستین دیگه. اما این قسمتش اضافه کنم که یه هزینه‌ای واسه یه اپلای کردن میگیرن اکثر دانشگاه، یه اپلیکیشن فی اصطلاحاً میگن، بعد واریز کنین که فرم درخواستتون رو بررسی بکنن، یعنی اون هزینه رو ندین اصلا نگاه نمیکنن و اینا. بعد حالا این قسمتی که اپلای دانشگاه بود، یه بحث دیگه بورسیه و ایناست که خیلی میپرسین، فاند و بورسیه و این چیزا. اکثر جاها، اکثر دانشگاه ها جدا باید یه اپلیکیشن هم واسه یه بورسیه یا اون فاندی که میخوان بفرستین، یعنی مثل همین مراحلی که واسه اون مقطع تحصیلی و رشته فرستادین، واسه بورسیه هم بعد همونجوری بفرستین، یعنی بعد درخواست بدین. این هم باز بستگی به رزومتون داره و رقیباتون دیگه. بعد یه چیزی حالا اینجا اضافه کنم که خیلی میپرسین که مثلا نمره دانشگاه هم تاثیر داره یا نه، معدل مهمه یا نه. ببینین کلا این که بخواین انتخاب بشین یا نه بستگی به رقیباتون خیلی داره. یعنی مثلا اگه 10 نفر همزمان با شما دارن اپلای میکنن واسه اون رشته، واسه اون دانشگاه، اگه همه تون توی یه سطح باشه از لحاظ تعداد مقاله، از لحاظ حالا استیتمنت لتر، حتی یکی باشین، ولی یکی معدلش بیشتر باشه، خب اون قطعا امتیازش بیشتره، بهتر میره جلو دیگه. کلا این که نمره هم تاثیر داره، فکر نکنین که نمره اینا اصلا براشون اهمیت نداره، مهمه. بعد یه بحث دیگه این که ببینین یه سری ها فقط میخوان برن، اصلا براشون مهم نیستش که بعدن چی بشه. حالا صرفا اینجا یه پرانتز من باز کنم، چون خواهرم 7 ساله که خودش سوئد زندگی میکنه، خیلی از این چیزایی که بهتون گفتم تجربیاتی که اون به من گفتم هستش، یعنی نشد حالا خودم هنوز نرفته باشم، شخصا تجربه نکرده باشم، ولی چون بهم گفته و خیلی هم تاکید کرده، اینا گفتم به شما هم بگم. ببینین وقتی میخواین اپلای کنین، حتما به این دقت کنین که یه دانشگاه بهتری حداقل پذیرش بگیرین برین، یه پیشرفتی باشه براتون، چون به هر حال پذیرش گرفتن از هر دانشگاهی واقعا کار خاصی نیستش. شما چه می‌دونم برو یه دانشگاهی که رنگ 30,000 دنیاست، برو اونجا اصلا التماست هم میکنن که بیا اینجا درس بخون، ولی خب این واقعا یه ذره چیز نیستش. یه دانشگاهی انتخاب کن که بهتر از دانشگاه قبلیتون باشه و در کنارش هم اگه میخواین توی همون کشور بمونید و کار کنید و اینا، یه دانشگاه مورد قبول همون کشور باشه، چون به هر حال اونجا هم دانشگاه ها رنگ بندیه، مثلا اگه از دانشگاه بهتر فوق التحصیل شده باشی، قطعا کاری که بعدم میتونی پیدا کنی یا اگه ادامه تحصیل میخوای بدی بهتر میشه شرایطت دیگه. یا اگه حتی میخوای برگردی توی همین کشور خودمون دوباره کار کنی، ادامه تحصیل بدی، اینا قطعا از یه دانشگاه بهتری باشه خب مورد قبول تره دیگه. البته یه چیزی هم دوباره بگم براتون، واسه انتخاب دانشگاه حتما حواستون باشه از بین دانشگاه‌های انتخاب کنین که مورد قبول وزارت علوم خودمون باشه ها، چون به هر حال هر چقدر برنامه‌ریزی کنی که میخوای بری دیگه برنگردی، شاید یه روزی مجبور شی برگردی. مثلا همین الان که دلار یهو گرون شد و بچه‌ها مجبور شدن برگردن، من خودم رفته بودم وزارت بهداشت واسه مدرک لیسانسم که بگیرم، خیلی اومده بودن میگفتن که آره چون گرون شد برگشتیم، اون دانشگاهی که داشتیم درس می‌خوندیم اینجا مورد قبول نبود دیگه، کلاً اون درسی که خوندن پودر شد رفت هوا و اینجا دوباره از اول باید شروع کنن بخونن. مثلا فکر کن 2 سال ارشد و 1 سالشو خونده بود، اومده بود اینجا ولی دانشگاهشو وزارت علوم ما قبول نداشت، و خب اون 1 سالی که اونجا درس خونده بود اصلا مورد قبول نبود و اینجا دوباره از اول باید شروع میکرد. خلاصه که این چیزا هم حتما در نظر داشته باشین.
بعد اینکه یه چیز دیگه هم دوباره اینجا بگم که واسه انتخاب دانشگاه سعی کنین دانشگاه انتخاب کنین که نزدیک رنگ همون دانشگاه قبلی خودتون باشه. یعنی مثلا واسه همین دانشگاه تهرانی که من خودم درس خونده بودم، رنگ جوانش رو نگاه کنین بین 500 تا 600. خب و اینکه حالا من دانشگاهی که انتخاب کردم از سوئد 96 بود، رنگ 106 بود، رنگ حتی آخر همون دانشگاه گوتنبرگ هم زدم که رنگ 200 خورده‌ای بود که حالا گفتم یکم نزدیک‌تر باشه اگه اون یکی ها رو قبول نشدم بتونم واسه گوتنبرگ پذیرش بگیرم که حالا نزدیک‌تر بودش از لحاظ رتبه. خلاصه که کلیات و تقریبا جزئیات اپلای کردم واسه تحصیل همین بودش دیگه، اینکه چیزی نیستش که نتونین خودتون انجام بدین. اول دانشگاه و رشته رو پیدا میکنین، میرین تو سایتش قشنگ زیر و رو میکنین، در میارین که چه مدارکی لازمه، چه شرایطی داره، چه چیزایی میخواد واسه شون بفرستین، همه اینا رو در میارین، میرین دنبالش جمع میکنین، پیدا میکنین و اینا. و خب حالا طبق همون چیزی که دوباره تو سایت دانشگاه نوشته واسه شون ارسال میکنین. یعنی بازم میگم این چیزی که حالا یه سری وکیلا میگیرن، یه سری مؤسسه بازرگرم میکنن که قطعی ما پذیرش میگیریم و اینا، همین چیزایی که بهتون گفتم اینه که قطعی پذیرش میگیرن همون قضیه است که حالا رنگ مشابه دانشگاه قبلیتون باشه یا مثلا توی رزومتون چیا باشه. چون ببینین این مؤسسه میان نگاه میکنن رزومه شما چیاست و خب چون حالا دیدن که توی چه دانشگاه‌هایی با چه رنگی و اینا بهتر قبول شدن، اون دانشگاه واسه شما هم میزنن و 100% قبول میشین میرین. ولی خب شما اگه خودتون خوب بگردین، رنگ دانشگاه رو پیدا کنین، استیتمنت لتر خوب بنویسین و خب حالا مقاله داشته باشین، رزومه خوب داشته باشین، میتونین پیدا کنین که کجا بهتر قبول میشین و پذیرش بگیرین. خودم و خواهرم دوتایی هر چی اطلاعات می‌خواستیم از گوگل درمی‌آوردیم و اینا انجام دادیم. یعنی تلاش کنید حتما میتونین شما هم انجام بدین. واسه اینکه همین دیگه، امیدوارم واسه تون مفید بوده باشه. اگر قصد اپلای دارین استارتشو بزنین، ان شاءالله که قبول بشین. من کلی بهتون افتخار کنم. موفق باشین.